بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست و 25 ماه ژانویه 2019 میلادی، 5 بهمن 1397. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. میدونید که یک گرد همایی در اورلاندو اندیشکده و دوستان برپا خواهند کرد روز یک شنبه. شما هم اگر میتونید تماس بگیرید، شرکت کنید و با این دوستان هم آشنا بشید و هم اگر بحث و گفتگویی دارید اونجا میتونید چی میگن، تبادل نظر، برخورد افکار. و اما ساعت 2:30 چند دقیقه میریم سراغ آقای مهدی تبریزی مهدی زاده که برنامه ای رو فردا 26 در همین منطقه وینا دارن و دیدم که کارشون خیلی ردیف و مرتب و آگهیش هم براتون نشون میدم. یک فلایر بسیار قشنگ درست کردن و گویا میخوان شروع کنن ثبت نام و اینها برای کلاس های مختلفی که دارن. این از یک طرف. از طرف دیگه این که اگر جشن تولدی دارید و به اصطلاح مهمونی دارید و میخواین برین رستوران و میدونید که رستوران وقتی میخواین برین بعضی هاشون زنگ که میزنی میگی ما رزرو نمی کنیم، شما باید بیای اینجا باشی تا ما تو نوبت وایسی، بعدم یه پیجر میدن دست دیگه یه ساعت نیم وای میسی و همچین که نوبتت شد بری بشینی اون بنده خدا سرور هر اوبر تو چیز میگفتن آلمان یا گارسون احتمالا فرانسویه و چنان میاد سریع میخواد به شما خدمت کنه که شما بری یه نفر دیگه بیاد. و من بعض وقتا میبینم که واقعا رستوران رفتم، درسته که اونها زحمت میکشن، خوراک میارن میبرن درست میکنن اینا، ولی یه کمی اینکانوینینت هست، یعنی خیلی آدم خوشش نمیاد. حالا براتون بگم ماجرایی که یکی از دوستان بسیار خوب ما دیروز زنگ زد و گفت که خب شنیدم شما موف کردی رفتی، یعنی 2-3 روز پیش بهمون گفته بود که اگه جا افتادین ما میایم پنجشنبه بهتون سر میزنیم. گفتیم خیلی ممنون، خوشحال میشیم، بیایم. و دیروز زنگ زدن گفتن ما به شرطی میایم که شما هیچ کاری انجام ندید، چون شما دارین اسباب کشی میکنین و حالا چیزها رو جا میذارین و اینها. گفتیم بابا ما که قرار نیست هیچ کاری بکنیم، میریم از بیرون خوراک میگیریم اینا. گفتن نه، همون خوراک هم ما میگیریم، بنده خدا واسه خودشون سالاد درست کرده بودن، یک خوراک تودلی چیز درست کرده بودن برای ویجیتریانیان نمیگم، در هر صورت. بعد از اون ور چلو کباب هم گرفته بودن آورده بودن، بهشون گفتم که شما منو یاد مردنم انداختید. گفتن چطور؟ گفتم آخه بعضی وقتا تو آمریکا، بعضی وقتا نه، وقتی یه نفر میمیره همسایه‌ها و دوستان و اینها براشون خوراک میارن، چون میدونن اون خانواده هم الان مشغول و هم توی حالی نیستن که اصلا میل و رغبتی به پختن و تهیه کردن و خوراک داشته باشن، ولی وقتی دوستان خوراک میارن دیگه بالاخره اونا از ضعف هم که شده مجبورن بخورن. البته ما از ضعف که چه عرض کنم، ولی جای شما خالی، دوباره اینم یکی از اون تعارفای بی مورد، جای شما خالی خوردیم و واقعا از این دوستان عزیز ممنون و متشکرم. درودها به جناب سربی نازنین. آقا تو رو خدا نگید درودها، مثل این که من به شما بیام بگم سلامها. من نمیدونم این چه معزلی دوچار ما، فرهنگ ما ایرانی ها شده که فکر میکنیم اگه بگیم درودها و هزاران درود و اینها آخونده ها رو شکست دادیم. خب اوکی، مبارزه کنید، شما در اون سنگر درود مبارزه کنید. این دوستمونم خانم شهلا شاهینفر میگه که درود
به شما و سپاس از برنامه‌تون. منم از شما ممنونم که بیننده برنامه هستید. اگه لطف کنید برنامه ها رو با دوستانتونم شیر کنید دیگه میشه نور علی نور. پس یادتون باشه فردا شب اگر تولدی دارین، مهمونی دارین، به جایی که کلی پول خرج کنید بیاین اونجایی که آقای مهدی تبریزی برنامه داره و شماره تلفنش هم بهتون میگم، شما بگید من 20 نفر دارم میام، قشنگ 20 نفر براتون جا میذارن و اونجوری هم گرون نیست حقیقتش. 26 دلار شما خرج میکنی و 26 دلاری که میدی بالاخره دیگه از چایی و نمیدونم خوراک و نوشابه و اینها همه رو میپوشونه، به اضافه این که موزیک و رقص هم از ساعت 8 تا 12 شب. پس با امید دیدارتون فردا شب من سعی میکنم برم و امروز تا الان 99% رفتن من حتمیه. حالا اون 1% تصادفی، مرضی، مشکلی، همین دیروز اینجا بعد این همه یخبندان و برف و اینها چنان بارونی آمد که خیابونها بسته شد، مخصوصا توی این وینا. نمیدونم چرا درستش نمیکنن، اصلا یه جای گذاشته تابلو که مواظب آب بارون باشید، یه جای گذاشته که، ولی هوا امروز به شدت خوبه عین هوای بهار، ولی گفت که سه شنبه باز آماده بشید برای برف و احتمالا بارون. آقای خوشنودی هم میگه سلام و درود، من هم به شما سلام میکنم و برای شما درود میفرستم. امیدوارم از اینجا تا کالیفرنیا این درود تبدیل به دروغ نشه. یادتونه وقتا توی ارتش میگفتن درود، اون میگفت درود مثلا پادگان، اینا میگفتن درود تیمسا. و نمیدونم اون روزم من برنامه چهارشنبه نامه ای رو که آقای سیروس دولتشاهی لطف کرده بود و فرستاده بود خوندیم در رابطه با اون آقای زرین کوب که سلام دروغ گفتن به همون و اینجور و اونجور و اینها، و من گفتم آیا کسی خبر داره که آقای زرین کوب قبل از انقلاب هم نوشته باشه، چیزی گفته باشه. ببخشید تاریخ ما اینجا چهارشنبه است، بذارید من اینو عوض کنم یک لحظه. حالا شد دوشنبه، حالا شد سه شنبه، اینم سب کنید، چهارشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه، جمعه، جمعه پنجم. اینجا هم نوشته بود 23، این رو عوض کنم بذارم 25. گفت پیری هست و هزار درد و یا هزار عیب شرعی، و ببینیم که حالا این 24، این 25، این شد 25، این هم شد پنجمه، پنجم بهمن. و دیگه امسال کار آخوندا خلاص. خانم مریم رجوی پیام داده که 19 بیان بیرون، حالا ببینیم 19 چی میشه. بعد یه نوشته برای من آمد، من اینو میخونم. گاهی وقتا من نوشته فارسی رو دوستان متوجه نمیشم، درسته فارسیم خوب نیست، آدم کم سوادی هستم، ولی نوشتن این دوستان هم عوض شده. بذارید براتون این رو بیارم که OAS don't support in Venezuela. بله میدونید که ونزوئلا اوضاع چیزی نداره و چی میگن اوضاع خوبی نداره، و آمریکا هم یه بار قبلا تو زمان جورج بوش این کار رو انجام داد، یه بارم الان باز داره اونجا اختلال ایجاد میکنه و این حکومت ها رو میخوان خودشون چیز کنن. خلاصه بیاین ببینیم که چه باید کرد. این نوشته رو من براتون میخونم و ببینیم شما متوجه میشید اینا چی میگن. از کجا هست؟ از آلمان هم هست، از نمیدونم something culture cultural، فقط بتونم پیداش کنم. این از اینو
بله. خب اولا در برنامه قبلی ما راجع به درایو شافت و میل گاردن و اینها صحبت کردیم، دوستان هم شرکت کردن، ولی امروز یه دوستی از ایریا کد 407 اگه لطف کنید یه اسمی هم زیر نوشته هاتون بذارید خیلی بهتر میشه، دنیای بهتری میشه. نوشتن با سلام به شما، میل گاردن یعنی همان میل گردون بوده که به مرور زمان به میل گاردن تبدیل شده. من فکر نمی کنم. اینم از این. خیلی هم خوب، خانم تینا صدقی، این دوست بسیار گرامی ما و همسرشون که سالهای سال هست من اینها رو میشناسم و آدم های خوبی هم. خیلی بی‌قلقش، ساده سلام میکنن. Hello to all Iranian in the world. ما هم به شما سلام میکنیم. امیدوارم فردا شب هم شما هم علی آقا هم بیاین در این جشن و مهمانی آقای مهدی تبریزی شرکت کنین. من ساعت 2:30 با ایشون صحبت میکنم، ولی ببینم میتونم نوشته ایشون رو، یک چیز قشنگی درست کرده بودن، فلایر یا پوستر قشنگی درست کرده بودن، ببینم میشه پیداش کنم. حالا میخوام اسمشون رو سرچ کنم. این کیبورد ما داره فارسی مینویسه و بذارید ببینم اینجا میشه مهدی تبریزی. بله آمد، ولی فلایر 1/4 هپی نیو ایر، آهان January 22. خب خوبه، خوبه، این خوبه، این خوبه، اینجاست. من بهتون نشون بدم، هر کی این کار رو انجام داده برای ایشون کارش درست بوده و قشنگ این کار رو انجام داده. بعض وقتا آدم اگه یه پولی بیشتر خرج کنه واقعا نتیجه‌ای که میگیره بهتره. نوشتن not 100,000 دلار تیبل. میدونید که اتفاقا یه دوستی برای من پیغام گذاشت که آقای سوربی این شهرام همایون مسک ستار رو دعوت کرده. میدونید ستار خواننده‌ای که از طریق سلطنت، یعنی خانواده پهلوی، به خوانندگی رسیده و به همین خاطر خودش رو غلام و چی میگن خدمتکار این خانواده میدونه، سرسپرده این خانواده میدونه. حالا گویا شهرام همایون یه مهمونی گذاشته که هم میخواد اینا دیگه چقدر زرنگه، هم میخواد از ستار به اصطلاح قدردانی کنه، به خاطر قدردانی دعوت میکنه از خانم فرح پهلوی و فرح دیبا، حالا هرچی، فرح دیبا پهلوی و آقای رضا پهلوی که بیاین و به شما مردمم میگه شما بیاین 1,000 دلار بدید تا اونجا شرکت کنید. و یه دوستی تماس گرفته با من که خودشم تو کار رادیو تلویزیونه، میگه من چجوری با دفتر رضا پهلوی تماس بگیرم ببینم اونا میان یا نه و دست این رو باز کنیم. دفتر رضا پهلوی روی فیسبوک هست، روی وبسایت هست و اون وقتا تلفن داشت، میتونستید تماس بگیرید. بنده خدا خانم وفایی هم جواب میداد. فکر کنم دیگه اینا حتی نمیخوان یه پولی هم به اون بدن و تلفن رو برداشتن، فقط فکس و ایمیل رو از طریق فیسبوک میتونید با دفتر رضا پهلوی تماس بگیرید. و اما هپی 44 ایرانیان گلوبال گیلا، یا گیلا هم بعضی هم میگن، گالا هم میگن، on Saturday January 26, 2019، یعنی فردا. بعد نوشتن for God's grace. این یه کمی confusingه، این God's grace یعنی رضای خدا. بله نوشته ما میزا اون 100,000 دلار نمیفروشیم، اینا مثل اون مهمونی هایی که میذارن بعضیا. نوشتن مینیمم $26 per person delicious dinner. ما میگن که 26 دلار. حالا وقتی شما میگی مینیمم یعنی دیگر میتونی بیشتر هم بدی، ولی مینیمم دیگه باید چیز کنی. میگن distinguish dignity و delight dance. دیگنیتی اینا مهمونای مهم و یا آدم و افراد مهم و اینا میان، دیلایت دنس و
per person delicious dinner. و من تعجب میکنم که این به این زیبایی درست کردن به فارسی ننوشتن. 26 یونیورسیتی، من همیشه این یونیورسیتی رو با انیورسری هم اشتباه میکنم، 26 یونیورسیتی، بیاین اونجا از آقای مهدی‌زاده بپرسین یعنی چی این 26 یونیورسیتی. آدرسش هست 8306 A Old Courthouse Road وینا ویرجینیا 22182. شماره تلفن تماس با آقای مهدی تبریزی که همیشه پاسخ میدن به تلفن، همین یه ساعت پیش هم من بهشون زنگ زدم گفتم ما دو سه روز گرفتار بودیم و پیام شما رو شنیدم، این هست 202-680-04-56. خب این از این. حالا بیایم برگردیم چند دقیقهی که وقت داریم با شما بخونیم نوشته ها رو که دوستمون نوشته که درود جناب سربی گرامی، دو قرن سکوت اثر غلام حسین زرینکوب در سال 1330 منتشر شد، ربطی به بعد از دگرگونی 1357 ندارد. ممنونم از شما. و خب من تا سال 1357 که هیچ، تا چند سال پیش هم حتی اسمی از ایشون نشنیده بودم، به دو دلیله، یکیش باز کم اطلاعی من، یکیش اون خفقان و سانسور دوره شاه، بعدش هم لابد دوره خمینی که اینها درست جا پاشون رو گذاشتن جای پای شاه و چون اون قبلا پا گذاشته فرو رفته بود اینها بیشتر فرو داردن، بیشتر فشار میدن و این شده که مردم میگن صد رحمت به کفندوز اولی. ولی همیشه از خودتون سوال کنید آیا کفندوز بودن خوبه یا نه. من میگم که کفندوز بده، حالا چه اولی چه دومی. آقای خوشنودی میگه در برنامه آقای فرهودی و روح الله زم یک نفر از ایران بهش ایمیل زده بود که من مانتو و سری به میز که من مانتو و سری به میزان روسری را به میزان 300-400 میلیون خریدم که بفروشم و چک دادم و بدهکارم از شما و آقای زم میخواهم بپرسم که شما که میگید رژیم سقوط میکنه و ایران آزاد میشه، از آقای زم بپرسید ما با این همه جنس و پوشاک حجاب دار چه کار کنیم. زم هم میگفت حالا توی این دو سه ماه بفروش، فعلا اتفاقی نمیفته. خیلی جالب. آقای فرخ سپهرار سلام، درود، های، هلو، اولا، بونجورنو، ایستاستی، مرحبا، اهلا و سهلا. آقای فرخ شما کار دیگه اشکال بزرگ داره، روی فیسبوک همونجوری که برای دوستان مسیج میفرسی باید به مسیجای اونها هم به اصطلاح جواب بدی. برای من یه چیزی فرستاده بودی، من عکس گرفتم نوشتم که نوشته نرسیده، شما هیچ جوابی ندادین و این کار به نظر من کار درستی نیست. حالا من یه عکسی هم از این فلایر آقای تبریزی بگیرم. آقا فرخ بلند شو فردا شب بیا اونجا به یاد قدیما یکم برای ما آواز بخون، همینجا اگه شما فارسیرچ هستین میای بالا، این نزدیک البرز، روبرو البرز اون ور خیابون. بذار من اینجا بنویسم 1-2-1-2-1-2-1-2 بله اینو ضبط کردم. در صورت یه شبم سیامک آمد و نه سیامک توی برنامه دیگه بود، یک کم کیبورد زد. خلاصه بیان و این دوستان رو حمایت کنید و این جامعه ایرانی رو اینجا تقویت کن. و اما پتیک، یکم آب بخورم که دارم، این سک سکه یعنی چی؟ هیکاپ. آقای هوشنگ شیرازی عزیز هم آمد. هوشنگ جان من نمیدونم شما اون برنامه رو خریدی، پول زیادی هم به تلویزیون مردم دادی، ولی تونستی ازش استفاده کنی یا نه؟ اگر نتونستی با من تماس بگیر، من خوشحال میشم کمکت کنم که اون رو را بندازی.
یه دوستی از یه تلویزیون دیگه تماس گرفته بود چند هفته پیش که آقای سوربی ما میخوایم برنامه های خودمون رو داشته باشیم چنین و چنان. گفتیم خب مبارک و چیکار کنیم؟ گفتیم این برنامه اینا. گفتن بله ما $400 دادیم این برنامه رو خریدیم، $600 دادیم. گفتیم بابا اینا همه مجانیه. نه دیگه، ما خریدیم و فلان اینا ولی نمیتونیم ازش استفاده کنیم. گفتیم خب به اونایی که پول دادین بگین کمکتون کنن. نه دیگه، اونایی که کمک نمیکنن اونا فروختن و رفتن، شما میتونی کمک کنی؟ گفتیم چشم، ما هم سه شنبه هم پنج شنبه آزادیم، کمک کنیم. یه روز زنگ زدن گفتن ما داریم میریم دکتر. گفتیم لازم نیست به ما بگین کجا دارین میرین. یه روز زنگ زدن گفتن دیرمون شده فلان. نه، یه چند هفته خبری ازش نبود. جدیدن دیروز پیغام گذاشته بودن که ما چند هفته بیمار بودیم، مریض بودیم و حالا حالمون خوب شده، اگه شما میتونی زنگ بزنم اینها. و من هم از دوستی که کمک میکنه کارهای تلویزیون مردم رو خواهش کردم که بهشون تماس بگیرن و بگن که سوربی داره کار میکنه و شما اگه میخواین این کارشو ول کنه بیاد به شما کمک کنه، باید حداقل $100 ارسال کنید. شما برو با یه وکیلی صحبت کن، میگی $3000 بریز ریتینر. این ریتینر مثل سد و دیوار و اینا رو میگن ریتینر، یعنی مثل که نگه میداره فعلا. تا ما بذارم بینم این کلیک کنم ما سبز میشیم یا درست میشیم. آتو کی نمیدونم. حالا تصویرمون اینه، ما اینجا حتی پرده این پشت با مشکلات بزرگی فعلا راه انداختیم. الان برای یه نمونه بهتون نشون میدم، شما نگاه کنید الان این کنار میشه نمیشه، نه اینقدر دیگه رفته که درست بشه نیست. بله ببینید، با دست من میتونم این پرده رو ببرم و اون دیوار سفید پشتش پیدا بشه. خلاصه اینا همه تمپراری یا موقته و اینجا رو یکم درست کنم. بله ببینید، خلاصه به این خانمی که لطف میکنه کمک میکنه و اینها گفتم والا بعض وقتا ما تا به ایرانیا اسم پول میاریم و وقتا میگفتن پول قول است و ما بسم الله. حالا مثل که واقعا پول میشه بسم الله و این دوستان قول هستن. تا اسم پول رو میاریم مثل این که بسم الله گفتیم و این قول ها میپرن میرن. میدونید که آمریکایی ها هم برای اون ماجرای دراکولا و ماجرای ارواح خبیثه و اینا یک خرافاتی دارن که اگه سیر با خودتون باشه، اگه صلیب با خودتون باشه، اگه این تسبیح باشه با تسبیح مسیحیا باشه، این جن و ارواح و اینا رو از تون دور میکنه. بعد میگه که ما وقتی آمدیم اینجا یکی از دوستان برای من نوشت که بالاخره رفتی؟ نوشتم بله. نوشت این خونه جدیدتون که خونه کهنه و قدیمیه جن و ارواح و اینا داخلش نیست؟ گفتم والا ما چیزی ندیدم، چیزی نفهمیدم. اگرم باشه من دلم برای اون بیچاره ها میسوزه که حالا دارن میلرزن از ترس که ای داد بیداد، ما 60-70 سال اینجا بودیم، حالا دوتا خارجی اونم ایرانی آمدن اینجا و چه باید بکنی؟ خلاصه دوستمون کلی خندید. آقای فرخ میگه که نوشته معلوم نبود، برای که شما رو عکس باید کلیک کنی بزرگ میشه. بعدم نوشته بود attachment is not available، یعنی بعضی چیزها رو شما با فیسبوک نمیتونی بفرسی. حالا من نشونت میدم که ببینی اون چی بود، که اون عکسی که میاد شما روش کلیک کن تو تمام چی. و اگه توی لپتاپ و اینا هستی به نظر من برای کارهای فیسبوک و مدیا و اینا شما باید بری سراغ دسکتاپ یا با لپتاپ یه مانیتور ادیشن اکسترا اضافی داشته باش، اون بزرگ باشه. مانیتورها الان نقل 43 اینچ و 50 اینچ و 37 اینچ و اینا، ما اینجا 27 اینچ داریم و من 3 تا 27 اینچ میشه 51. تازه یه دونه کوچولو هم دارم که هر وقت بخوام اونم برای اسکایپ میتونم استفاده کنم، ولی 3 تا 27 اینچ اینجاست. به چند دلیل، یکی پیر که میشیم فکر میکنی چیا کوچیک شده باید بزرگش کنیم. و اینم از این. آقای هوشنگ شیرازی عزیز میگه سلام کاکو جون، از این برنامه استفاده نکردم و نمیتوانم و یا نمیخواهم،
با تشکر، سپاس فراوان. خب خیلی ممنون. ما اون پولی رو که شما فرستادی برای اون برنامه به عنوان هدیه، به عنوان حمایت از شما قبول میکنیم و خیلی هم لطف کردید. شما قبلا هم بدون برنامه و اینها کمک کردید، ما ممنونیم. اگه یه وقت دوست داشتی در تلویزیون مردم صحبتی کنی، حرفی بزنی، برنامه ای داشته باشی، چه با صدا بدون تصویر، چه با ویدیو تصویر و صدا، من در خدمتت هستم. اونم خیلی ساده است. خیلی ممنون و متشکرم بچه لب او. گفتم که طرف قماربازه در لاس وگاس کم آورده و الان شهرام همایون ستار وسیله جمع‌آوری پول شده، اما آقای شهرام همایون باید فتح فروش هستن، فاتح فروش هستن. آخه ببینید، ببخشید من اینو میگم، یه مثالی داریم در ایرانی که میگن پول فلان دادن خرج فلان میشه. اینا هم این پولا رو که اینجوری در میارن، شما اگه نگاه کنید بعد ببینید هر کدوم از این بیچاره ها به یه درد بی درمانی دوچار هستن. آقا پولسازترینشون اون آقای شبخیز بود، پولسازترین خواننده ها شهرام شبپره بود، آقای نادر رفیعی بود، اون آقای علیرضا امیرقاسمی بود. شما اینا ببینید چه بدبختی افتادن، رفتن نمیدونم ترکیه، رفتن دبی، رفتن اون یکی دیگه قبرس، خونه خریدن، خونه فروختن، پول درآوردن. همه اینا یکی یکی آمدن تلویزیون گفتن آقا ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، فلان بسیار ضرر کردیم و ننه من غریبه‌مشو برای شما آوردن. اینا هم ناراحت نباشید، یعنی حالا بذارید صبر کنید، اون مهمونی اگر برپا بشه اون وقت ببینید که چه دعوا میشه. میبینی پول ستار رو ندادن، میبینی شهرام همایون پول رضا پهلوی رو نمیده، رضا پهلوی پول ننه‌ش رو نمیده. خب رضا پهلوی پول عمه‌ش رو، پول تمام فامیلش رو اینا رو بالا کشیده بود تو این بانکایی که همین منطقه‌ای که ما هستیم ویرجینیا راه انداخته بود و اینها، و این هم از این ماجرا. بله، میگه که ماه دیگه نوبت داماد و دختر اون ماه دیگه هم نوبت خودش، از حالا قزوینی ها تو صفن. این ماجرای چی بوده که پتیک اینو نوشته متوجه نمیشم، چون پتیک با تلفنش برای من چی می‌نویسه و میفرسه، اون چیزی رو که من برش فرستادم بعضی وقتا پیدا نمیشه، ولی امروز داره کار میکنه، نوشته این هم بخشی از کار امروز. مثل که همش پشتبون و این ورانور هست. پشتبون های کالیفرنیا منو یاد پشتبون های شیراز و خوزستان و اینها میندازه، درست مثل ایرانه، در صورتی که توی وینا اینجوری نیست. پشتبون ها ایزوگام میگفتن تو ایران، اینجا میگن شینگل، یه چیزایی. بله، اینم یخدان رنگ و اینا رو بردن بالا، یا این چیزای سیمان که تعمیر کنن. ما اینجا باید به درایویمون و به گاراژمون از این آهان اینجوری. پتیک تو باید بیا یک سری به ویرجینیا بزنی، چند روز مهمون ما باشی، تا این چند روز انقدر ازت کار بکشیم. در صورت خدا بهت قوت بده، اگر خدایی هست، اگه نیست که طبیعت حتما بهت قوت داده که اینجوری در این سن و سال، ایشون 2 سال از من بزرگتره، اینجوری پرتوان کار میکنی. و اما ساعت 2:29 است. اجازه بدین من یه زنگ بزنم و توی این آدرس جدیدی که آمدیم یه شماره تلفنم گرفتیم، حالا نمیدونم اون تلفن رو بذاریم برای برنامه های تلویزیون یا اینکه همین 202 رو بذاریم و هر کسی زنگ میزنه این منتقل بشه یا ترانسفر بشه به اون تلفن. اینجوری بهتره دیگه، نمیخواد یه شماره تلفن جدیدی رو به خاطر بسپاریم و نمیخواد، و اونو نگه میداریم، هر وقت ما میخوایم تلفن بزنیم به بیرون با اسپیکر بزرگتر و بهتر تماس میگیریم. خب فعلا باید با همین تلفن اپل ساخت و اپل هم هی برای ما مینویسه که آقا بیا $150 هم بهت پول میدیم، این تلفن تو بده، بذار ما یه تلفن $750 بهت بدیم. گفتیم والا با اون $150 که شما به ما میدی ما هیچ اشکالی نداریم، ولی اون $600 ما با تفاوتی که من باید به شما بدم آقا ندارم.
وقتی کسی نداره گو جون خدا میگیره، فلان رو طلبکار زنگ بزنیم به آقای مهدی تبریزی مهدی زاده و ببینیم که ایشون چی میگه درباره رضای خدا God's Grace و درباره 26 یونیورسیتی و درباره فردا شب. آقای مهدی زاده سلام، سربی هستم از تلویزیون مردم، حال احوال شما چطوره؟ ما در سال جدید هنوز با شما صحبت نکردیم، بگید ببینیم که اوضاع و احوال چگونه است. من قبل از اینکه با شما صحبت کنم این عکس بسیار زیبا رو نشون دادم، الانم باز دارم نشون میدم. اولین سوال خود من اینه که چرا از بالا تا پایین حتی یک کلمه فارسی داخلش نیست؟ بفرمایید آقای مهدی زاده. از موضوعی که ممنون از تلفنتون و سلام و سپاس بنده را به حضور شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم برسانید و ممنونم که همکاری میکنید و این برنامه را به اطلاع مردم میرسانید. واقعا امروز به من یه نفر میگفت تبلیغات تو ما نمیبینیم جایی. گفتم والا عطس آن از خود ببوید نه اینکه عطار ببوید. و به لطف پروردگار این برنامه که ما در واقع از 1986 اینجیش داریم حرکت شروع کردیم و با سوزن چهارا کندیم داریم به هدف میرسیم و این برنامه 26 هر ماه 26 اسم خداست یا عدد خداست COD به این اسم که بلکه بتونیم توجه و علاقه ناظرین ها را جلب کنیم و بتونیم برنامه ها و پروژه های صحیحی را تقدیم دنیا بکنیم. هدف اصلی ما از جشن ها تقدیم پروژه های صحیح و پرثمر به مردم دنیا است. من ممنونم. من سعی میکنم، یعنی به دوستان هم گفتم به احتمال 99% فردا شب اونجا هستم. خانم تینا صدقی هم اینجا برنامه رو دارن میبینن، احتمالا ایشون هم با علی آقا میان و دوستان دیگه هم میان. به فرخ سپهرار خواننده این منطقه هم گفتم آقا شما هم بیا، شما که هم آذربایجان صحبت میکنی، ترکی زبان هستی و در هر صورت دوستان بیان. شما به اونایی که میپرسن یا میگن یا ایراد میگیرن که آقا این مشخص نیست چیه، همون یکی تا صحبت از خدا میکنید بعضیا فراری میشن، یکی این که شما نوشتید مثلا دانشگاه و اینها میگن کلاس، یکی این که به اصطلاح چون مشخص نمیکنید که این هفته کی میاد چی کار میکنن، ولی من از این ترتیب خاصی که پیدا شده و جاتون دیگه مشخص شده و اینها بسیار خوشحالم. فکر میکنم که شما الان دیگه قدمای مثبتی بردارید. به این دوستان شما چی میگید؟ بفرمایید. خب در مورد خدا والا چه انسان ها قبول کنن چه نکنن، اون دلارایی را که خرج میکنن پشتش نوشته اینگاد ویتراست. بله بله. اون وقت من با همون یه دلار به دستم بگیرم و به دنیا نشون بدم میتونم دنیا را درست کنم. چرا؟ خدا پشت اون دلاره و این خداوندم تمام برنامه‌اش رو حسابه. یه روز یه لحظه شب در میاره، یه لحظه روز رو، و ما این تفاوت‌ها را در سطح دنیا میبینیم. یکی سیاستش مثل روز روشنه، یکی هم تاریکی میاره. اگر این تاریکی ها و روشنایی ها با هم متفاوت نبودن و پشت سر هم نبودن اصلا ما تاریکی نمیفهمیدیم چیه. امیدوارم که این عرایض من قابل لمس بشه برای عده، چه چون من نمیتونم با بهتر از این صحبت کنم. بسیار ممنون. این در مورد خدا که این همه به ما لطف کرده و ما در واقع ساختمان اتم گرفته تا به اون کرات، به اون کرات، به اون بزرگی، به اون عظمت، همه شون یک وحدت کامل و خالص در ذاتشون وجود داره و
وقتی که ما اونا را لمس کنیم و همکاری را لمس کنیم میفهمیم خدا ما را برای کمک خلق کرده، نه برای اذیت کردن. این که حرف ما این از رضای خدا، رضای خدا، رضای خدا، من اینو تنها نمیگم، از هزاران سال پیش گفتم محض رضای خدا، خدا را خوش نمیاد. اینا را بزرگای ما یا پدرای ما گفتن در جامعه. پس بنابراین ما بایستی بیاییم یه مقدار تمرکز کنیم رو اعمالمون، ببینیم با خانوادهمون، با همسایمون، با رئیسمون، با مرؤوسمون رفتار ما، اعمال ما چیه؟ چیز هست مطابقت میکنه با رضای الهی یا نه؟ هر کسی از اون زرسو گرفته تا اون مقامات بالای دنیا اگر رضای خدا را مد نظر قرار ندن، همین دنیا را خواهیم داشت که میبینیم. ما اهداف و منتلاشمونه که در دنیا تفهیم کنیم اگر رضای الهی مستقر نشه وای به حال ما. بسیار ممنون آقای مهدی‌زاده. شما در صحبت هایی که با هم داشتیم گفتید که قراره به زودی کلاس هایی هم شروع بشه و دوستانی هم اونجا خواهند بود و ثبت نامی خواهد بود و اینها. مایل هستید بیشتر در این مورد صحبت کنید یا میذارید هر کسی تمنام میکنم جناب سروی؟ ببینید اسم دانشگاه هست بونیفیکس یونیورسیتی، به اصطلاح خودمون دانشگاه خدا یا دانشگاه 26. برای اینکه این اسم و این سازمان یا این مؤسسه یا این دانشگاه در دنیا بتونه دردها را درمان بکنه، باید پروژه هایی را ارائه بکنه که بی نظیر باشه. اگر بی نظیر نباشه این همه دانشگاه وجود داره دیگه. بی نظیر بودن این برنامه اینطور میشه که جناب دکتر انواری که یکی از اساتید معتبر ایرانی در آمریکاست تحول کرده در زمینه‌های مختلف که مورد نیاز انسان هاست کورس‌های کوتاه مدت ارائه بکنند، و این کورس‌های کوتاه مدت در واقع برگ برنده ما خواهد بود. و ما سعی مانه نشه کلاس های 260 نفره براش تدارش ببینیم. وقتی کلاس های 260 نفره تدارش میبینیم با هزینه بسیار بسیار کم و با محتوای بسیار بسیار بالا، این در واقع یک اعتبار و یک تشخصی برای دانشگاه تدارش میبینیم. بسیار عالی. کسای دیگه هم میتونن از این برنامه ها شرکت کنن، چون شما گفتید که میتونن برنامه های مختلفی رو به اصطلاح تدریس کنن یا دربارش بحث و گفتگو. افراد دیگه هم میتونن با شما تماس بگیرن و بگن که مثلا ما مایل هستیم در این مورد صحبت کنیم، میخوایم از شما جا مثلا یا مکان و اینا رو داشته باشیم. امکانش هست برای همه؟ از بزرگ چه وقتی اسمش یونیورسیتی میگیم، یونیورسیتی یعنی یونیورسال، در واقع مال همه هست و همه هم میتونن استفاده ببرن. یک شنبه گذشته جلسه داشتیم اینجا برای انجام خدمات اجتماعی به انسان ها، مخصوصا به ایرانی ها. جناب سوری چند تا از نازنین ها اینجا اومدن همکاری، فعالیت، نمیدونم هر کدوم یه چیزایی برای وسایلش دانشگاه لازم داره، یکی بلنگو، یکی نمیدونم پرینتر، از این صحبت ها. و اینجا را مال خودشون میدونن، اینجا متعلق به همه هست و هیچ اصلا منافاتی نداره که هر کسی هر کورسی را میتونه درس بده قدمش روی چشم، هر زمانی را میخوان از این
مؤسسه برای اشاعه فرهنگ و برنامه های فرهنگی استفاده کنن. بنده در اختیارشون هستم. بسیار ممنون. خب آقا ممنون و متشکرم. دوستان این برنامه فردا شب همینطوری که در آدرس میبینید و بهتون نشون دادم در خیابان Old Court House Road وینا نزدیک تایسنس کورنر، یعنی این آدرس من خودم بعض وقتا شوخی میکنم میگم چرا ایرانی ها میگن در قلب ویرجینیا در قلب وینا، این واقعا در قلب ویرجینیا و قلب وینا هست. پس آقا سی یو تومارو، به امید دیدار شما فردا شب ساعت 8 شب. سپاس فراوان و سوالاتتون هم منطقی بود هم به جا بود. امیدوارم صاحبینم همین سوالا را همین همکاریا را از ما دریغ نوزن تا بلکه ما به سرعت پیش بریم. خیلی ممنون، به امید دیدارتون فردا. سپاس فراوان. بله دوستان، این یه بار دیگه این آدرس ها رو میذارم اینجا، این نوشته ها رو، و روی وبسایت ایشون هم به زودی خواهد بود، ایشون هم فیسبوک داره هم وبسایت، ولی یکی دیگه از چیزا هم همین بود که گفتن که اگر دوستان بیان کمک کنن به اصطلاح اونها رو هم بهتر و بروزتر و اینها انجام میدن. آقای فرخ نوشته که من فردا نمیتونم بیام ولی امیدوارم که دفعه آینده بیام. این برنامه ها رو آقای مهدی‌زاده ترجیحاً میذاره 26 هر ماه، اون هم برای باوری هست که ایشون به عدد 26 داره و میگویند که یکی از اسامی خدا هست. خب ببینیم که متوجه شدید که مجاهدین چقدر فعال شدن رو اینترنت. اینها یه زمانی اصلاً بلد نبودن اینترنت و تلفن و سلفون و اینها چیه، حالا چون 30 سال عقب افتادن حالا که آمدن سعی میکنن از دیگران هم جلو بزنن. میبینید که خانمه آمده عکس خودشو گذاشته، شما را دعوت میکنه، یک چیز سرویس جدیدی هست بهش میگن واچ پاری، یعنی بیا با هم بریم یه مثلا برنامه رو تماشا کنیم. و وقتی آدم میبینه اینا رو مجاهدین میفرسن یک کمی آدم خندش میگیره. خب اینو داشته باشیم تا ببینیم برنامه به کجا میره. آقای کنت تیمرمن رو همه شما دوستان که با مردم تیوی آشنا هستید میشناسید. ایشون کسی بود که چند سال پیش میخواست سناتور بشه در مریلند، فعالیت کرد. من فکر کنم به دلیل اینکه ایشون خودش میگه که یک صهیونیست مسیحی هست و طرفداری شدیدی میکنه نه از اسرائیل و مردم اسرائیل بلکه از حکومت تندرو نتانیاهو، من فکر میکنم به این دلیل برنده نشد. من چندین مصاحبه با ایشون داشتم، نگاه کنید نظر بدید. و امروز هم دیدم که نوشته مردم ایران توسط مخوندا ملاها و قسمتهای مختلف حکومت آخوندی هر روز دارن کشته میشن. من نوشتم که بله این یه امریه که ما سالها شاهدش هستیم و از شما ممنونیم، از آمریکا، از انگلستان، از اسرائیل، از کشورهای اروپایی که در مقابل دوربین و جاهای عمومی به آخوندها فوش میدین ولی پشت پرده همتون با آخوندها در حال معامله هستید و برای شما هیچ کسی بهتر از این آخوندها نبوده، نیستن و نخواهند بود. ایشون نوشته که I don't know about UK but how can you possibly argue that Israel or the US are helping the Iranian regime. میگه من درباره انگلستان مطمئن نیستم ولی شما، یعنی به من میگن چجوری میتونی بگی که اسرائیل و آمریکا با آخوندها هستن؟ ای آقا، آقای کنت تیمرمن یه مقدار فارسی میدونه، ایشون در لبنان بوده، کتابای مختلف نوشته. ببینید آقای تیمرمن عزیز، دیگه وقتی دولت خود شما اعلام میکنه اون ایران گیت، اون آقای آلی نورد، اون آقای ریگان که از اون زمان، یعنی از قبل از این که اصلا شاه حکومتش پایین بریزه
ریگان آمد گفت که ما بد کردیم به شاه. شاه یکی از به اصطلاح عوامل ما بود، غلام حلقه به گوش ما بود. اینجوری نگو، گو یکی از خدمتکاران خوب ما بود. یعنی چی؟ چه کسی رو آمریکا میگه خدمتکار خوب ما؟ کسی که نوکرش باشه. اوکی، ما رو به زبون لوری ساده میگیم چون مادر ما یک کمیش هم لوری. خب ریگان میگه که شاه نوکر ما بود، ما انداختیمش، ما اشتباه کردیم. ولی همین ریگان گور به گور شده میاد اسلحه میده به آخوندا. اسرائیل اسلحه میده به آخوندا. جنگ 8 ساله‌ای که با این اسلحه ها ایرانیا عراقی ها رو کشتن، از اون ورم فرانسه و باز آمریکا اسلحه میدن به عراق، عراقی هم ایرانی ها رو میکشن. وقت شما میگید که اینا با آخوندا نیستن، خب دیگه آقا یکم ببخشید ها. میگه اگر خدا رو ندیدی به دلیل عقل بشناس، ولی دیگه این خدا آمده پایین داره میگه من اینجا هستم. در صورت خوشحال میشم با شما صحبتی داشته باشیم. دوستان اگر در رابطه با همکاری پشت پرده و علنی آمریکا و اسرائیل با ملاهای ایران، با حکومت رژیم اسلامی ایران، جمهوری اسلامی، مقاله‌ای دارید، سندی دارید، چیزی دارید، ارسال کنید تا ما اگه به زودی با آقای کنت تیم من صحبت کردیم بگیم آقا بفرمایید چجوریه که مثلا آقای خوشنودی میتونه اینو پیدا کنه، فرخ میتونه اینو پیدا کنه رو گوگل و شما نمیتونی پیدا کنی. و یکی دو تا ویدیو هست، حالا من برای ایشون هم فرستادم، اجازه بدیم ببینم میتونم پیداش کنم، که طرف آمریکاییه میاد میگه که خدا رو شکر که اوباما با و جان کری با اسرائیل خوب نبودن، چون اسرائیل میگه دلیل خوب نبودنشون هم اینه که اسرائیل اصرار مهمی داشت که به ایران حمله کنید و چنین و چنان، و این میگه خدا رو شکر که اونا نبودن ولی الان خطرناکه و باید مواظب باشین. این آقاست، بذارید من صداشم باز کنم. دوستان عزیز، امروز ساعت 4 برنامه آقای حسن ارشاد از ایران براتون پخش میشه، قسمت 210مینش که توجه شما رو به اصطلاح اون برنامه جلب میکنم. ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی حدود 12 دقیقه دیگه با آقای امیر حسین لادن هستیم تا صحبتی داشته باشیم درباره اندیشکده. این تصویر رو شما نگاه کنید، زیرش نوشته You need to watch this interview. میگه که شما باید این ویدیو رو، یعنی مصاحبه رو ببینید. Listen, if Israel gets their way, they're pushing us to world war. Look, I was not a fan of Barack Obama and John Kerry, but I will give them credit for one thing. I would say thank God that Barack Obama and ببخشید. میگه که اگر اسرائیل اون هدفی رو که داره بهش برسه، میخواد ما رو درگیر جنگ کنه. بعد میگه که من طرفدار اوباما و جان کری نبودم، ولی خدا رو شکر میکنم که بنجامین نتانیاهو did not like each other. Thank God that they did not get along. Right. Because Mr. Netanyahu wanted Barack Obama to start the war with Iran. For 8 years he tried to get the war. And Barack Obama wouldn't do it. Barack Obama is not the type of guy who wants to have a war. He loves a revolution. He likes revolutions, not wars. You know why? Look, Barack Obama, his idea of talking to commanders are talking to communist revolutionaries. Right. He doesn't like talking to military commanders. He's uneasy sitting in a room talking to military commanders. He's very comfortable sitting in a room. خلاصه حالا داره توضیح میده که خود اوباما هم اونم یه جوری دیگه مریض جنگی هست، ولی نوع جنگش فرق میکنه. نوع جنگ اون، میگه اون مردم رو به اصطلاح بر علیه حکومت ها مجبور به قیام و انقلاب میکنه. اینم از این گل برای دفتر جدید. خیلی ممنون آقای مانی
خرسندی عزیز، چه کند بینوا ندارد هیچ. نه آقا، میگه که هرچه از دوست رسد نیکوست و ای کاش همه بینواها اندازه شما داشتن که در ونکوور زندگی میکردن. و بالاخره این روزا واقعا اونایی که شما نگاه کنید الان کارمندای فدرال آمریکا 34 روز این بیچاره ها دارن کار میکنن و حقوق ندارن، یا بهشون گفتن برو آقا کار نداریم و نمیدونن که فردا کار میکنن یا نه، و یه شارلاتان دیوانه این طرف به نام ترامپ، لازم هم نیست من اسم ببرم تا بگم شارلاتان دیوانه، شما میفهمید این ترامپ. یک خانمی هم که پلوسی این سالها مار خورده و افعی شده در سیاست، اون طرف دموکرات ها وایستادن و این وسط مردم بیچاره هستن که کارمند دولت باید بره تو صف وایسه تا خوراکی که دیگران صدقه دادند ایشون ورداره ببره خونه. بعد میگه که آقا شما بهش میگین نگران نباش، فکر کن رفتی تعطیلات بعدن بهت حقوق میدیم، بانک و قصه ماشین و اینشورنس و بیمه و اینا که اینجوری حساب نمیکنن که. بانک به شما میگه که ما مثلا 100,000 دلار به شما دادیم، قرار شما ما 1,000 دلار بدیم. این صندلی ما قرقره نداره، خیلی آدم وقتی عادت میکنه به اونا میفهمه دسته نداره، قرقره نداره، دسته و مسته. خلاصه میگه که این بیچاره اگه تازه به بانک زنگ بزنه، بانک قبول کنه مراحل قانونی قسط ندادن رو نگه داره و نره دنبالش دادگاهش کنه، نره پنالتی یا جریمه یا اون به اصطلاح لیت پیمنت پرداخت دیر، ولی اینترست اون سود معمولی رو میگیرن از این. و این میگه آقا من کار کردم شما به من پول ندادین، حالا این پول بهش ندادم داره اینترست، کی به من اینترست میده؟ و واقعا ریخت به همین مملکت رو. امیدوارم که این اتفاقاتی که داره میفته همین امروز صبح، یکی دیگه از نزدیکان این دیوانه شارلاتان رو دستگیر کردن. اینجا ملت تو یخ و برف و اینها، ایشون در فلوریدا داشته خوش میگذرونده. این مردکه عوضی قیافه اینا که خیلی خیلی هم مثل ترامپ، اصلا اینا مثل که جزو یک کلوپی هستن. مثلا ترامپ از نزدیک شما عکسش رو نگاه کنید، این موهاشو که اینجوری میکنه و دماغش رو اینا، اصلا یه صورت عجیب و غریبی داره، ولی این خودشو خیلی خوشتیپ میدونه، خیلی خوشکل میدونه، خیلی خوش قیافه میدونه. اون مرده که استون، اسمش جورج استون چیه، اونم همینجور تازه رفته مو کاشته، حالا که مو کاشته از وسط کلش تا اینجا داره، از بغل که نگاش میکنی مثل کمبیزه، کمبیزه و خربزه و اینا، شما احتمالاً دیدید اینایی که رسیده و نرسیده است. و ششمین نفریه که از اطرافیان و دستندرکاران رئیس جمهور شدن ترامپ امروز صبح دستگیر شد. اونم چجوری؟ FBI ریخت تو خونش، گرفتش بردش. حالا چند روز این دوام بیاره تا اینکه بیاد بگه من همه چیزای ترامپ رو خواهم گفت، معلوم نیست. و امیدوارم به زودی این نتیجه این بازرس مخصوص اعلام بشه و مردم آمریکا رو از این مصیبت عظما واقعا، یعنی دیگه از این بدتر من فکر نمی‌کنم. جورج بوش که آمد گفتیم بابا ملت آمریکا دیوونه شده، حالا ما جورج بوش رو میس میکنیم، دلمون براش تنگ میشه، میگیم باز اولا اگه اون بود بهتر از این بود. در اصل میگه که از مریخ آمدن. راست میگی، قیافه اینا همشون یه جورای عجیب و غریبیه. همین مایکل کوهن نگاه کنید، انگار آقا افتادا این جوون نسبتا. حالا دو سه روز پیش اعلام کرد که همین کسی که میگه من حاضرم به خاطر ترامپ اگر بولت، اگر گلوله شلیک میشه من برم جلوش، بعد اومد گفت آقا من به فکر زن و بچه‌م هستم. دخترش هم مثل که یه مشکل جراحی پایینا داشت، با عصا آوردنش، حالا آمده میگه که آقا این منو تهدید میکنه و به خاطر اینکه من میترسم وحشت میکنم نمیام تو دادگاه. خب این اصلا خلاف قانونی داره انجام میده، ولی چون علنی انجام میده کسی نمیتونه جلوش بگیره. یاد کدوم ضرب المثل میفتین؟
بنویسید اینجا چراغی که دزدی که با چراغ میاد، یه شعر قشنگه، نظمه. این اینا دزدایی هستن که با چراغ اومدن. میگه آقا اگه این کارهایی که این میکنه و رو توییتر میگه، این کارهایی که تو دیدید دیگه، گفت راشا اگه شما میتونین این 30,000 تا ایمیل پیدا کنید، میگه اگه اینو علنی نگفته بود، اگه در خفا گفته بود و بعدا مردم فهمیده بودن، همه دادشون میره بالا. ولی به خاطر اینکه تو علنی تو عموم اومده گفته، پابلیک اومده گفته، اصلا مردم عین خیالشون نیست، نام شدن، مردم بی‌حس شدن، مردم دیگه اصلا از بس دروغ بهشون گفتن اینا هیچ اثری روشون نمیذاره. میگه که آقای اکبری اصلا احتیاج به اثبات نیست. روزنامه های آلمان زمان جنگ ایران و عراق بارها نوشتن که ایران اسلحه‌های خودش را از اسرائیل میگیره و اینها با هم دیگر داد و ستد دارن. خب اینو یه چند از اون روزنامه ها رو پیدا کن تا من بدم به این آقای کنت تیمرمن، یا میخوام من فیسبوک آقای کنت تیمرمن دوستم به شما نشون بدم، شما هم با ایشون در تماس باشین. آقای کنت تیمرمن کسی که حتی یه چیزی هم درست کرده بود برای ایرانیان، ایران سامتینگ، که بعد اون حمید رضا زاکری میگفت این مال منه، این دروغ، یعنی این الکی گفته. وقتی به این گفتم، این گفت حمید رضا زاکری غلط میکنه، این به اصطلاح من خودم درست کردم و مال خودمه. الان هم یادم نیست، فکر نمیکنم وبسایتی هم باشه که خیلی به جای رسته باشه، چون دیگه الان فیسبوک که آمده وبسایت ها یکی یکی رفتن. ولی اگه خواستید با آقای کنت تیمرمن تماس بگیرید، ایشون اینه، کنت تیمرمن، که اینجا بهش میگن کن، کن تیمرمن. بعد میگه که founder, president and CEO at Foundation for Democracy in Iran. حالا شما به من بگویی آمریکایی چرا باید بیاد در آمریکا، در مریلند، یک مؤسسه‌ای، یک بنیادی باز کنه که خودش مؤسسش هست، رئیسش هست، سی ای او و اون رئیس هیئت امنا میشه، بله، چیف اگزیکیتیو آفیسر. و اسم فاندیشنش هم هست Foundation for Democracy in Iran، former visiting lecturer at Joint Counterintelligence Training Academy. میگه شغل قبلیش هم این بوده که میرفته lecturer، درس میداده در Counterintelligence یعنی ضد اطلاعات. و former contributing writer at Newsmax، former contributing editor at Insight Magazine، former contributing editor writer at Reader's Digest. همه این چیزها رو ماشاءالله داشته، former، ولی امروز شغلی نداره که بگه کجا الان هست. میگه من رئیس اون شرکتی هستم که خودم باز کردم. اینم از این بازرا. خب آقای خورسندی هم گفت که اینا از چیز آمدن، مریخ آمدن. و بریم ببینیم که آقای لادن برای من و شما چه خواهند گفت. و اینجا هستیم که همون درباره این نوشته‌ای که قرار پس فردا این دوستان، بذارید براتون پیداش کنم، اندیشکده 1 و 2 این هست، پلیر 3 و پلیر 4، که میگه که اندیشکده آگاهی شناخت برای رهایی مردم و نجات ایران چه باید کرد، که به نظر من این مهمترین سؤاله که هنوز پاسخ داده نشده. خب ایشون میگه چقدر میگیره الان، والا نمیدونم آقای کنت تیمرمن اگه منظورتونه، ولی من یادمه اون چند سال پیش که من با ایشون در تماس بودم، یه ایرانی که اون ایرانی اتفاق همشهری من هم هست و تمام فامیل و اینای منم میشناخت، اون تماس گرفت و میگفت که اون پسر خواهر برادر بختیاره و اون پولای کلونی خرج میکرد چقدر دو اینا من نمیدونم.
خود آقای تیمرمن با یک سرچ در اشترن و اشپیگل دهه 80 میتونه راحت به دست بیاره. خیلی ممنون، من بهش میگم. دوستان عزیز، بریم با هم سراغ آقای لادن گرامی و پای صحبت‌های ایشون باشیم که پس فردا در اورلاندو که آدرسش هم اینجا هست جلسه ای دارن و دوستان جمع میشن. ای کاش ما هم میتونستیم بریم و با ایشون باشیم. آقای لادن با ما هستید شما؟ درود بر شما. خیلی ممنون. آقا تصویر شما رو من ندارم. اه؟ بله. بذارین نگاه کن. آها، حالا یه اتفاق. بله، حالا خب اونجا هم مثل که هوا سرد، شما هم کت پوشیدی. همینطوره. بسیار 44. بله، اینجا حالا به ما گفتن 40، خوشحال میشیم میگیم داره گرم میشه، ولی شما اونجا 44 سردتونه. بشر عادت میکنه و همه چیز هم در زندگی گفتن نسبی هست. خب آقا، من میدونم که شما و دوستان به اصطلاح گرفتار که کلمه خوبی نیست، ولی مشغول این برنامه هستید که روز یک شنبه این گرده همایی و تاپیک و موضوعش هم من در چند برنامه گذشته برای دوستان خوندم و نشون هم دادم. این همون ماجرای سوال و پرسش بزرگه، چه باید کرد مخصوصا برای رهایی مردم و نجات ایران، و 4-5 تا گزینه یا حق انتخاب رو شما اعلام کردید و امروز جا داره که از شما بپرسیم که چه باید کرد. یه مقداری در این مورد صحبت کنید. من در حین صحبت‌های شما اون آگهی شما رو که در دو قسمت کردم که توی صفحه جا بگیره نشون میدم و از دوستان میخوام که اگر سوالی دارن یا مایل هستن در این گرده همایی شرکت کنن، با شماره تلفن و ایمیلی که میبینن روی صفحه تماس بگیرن. آقای لادن خوش آمدید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید، با شما هست. سپاسگزارم. با درود به بینندگان تلویزیون مردم و هممیهنانمون، شما محبت کردین، پیش درآمد کاملا درست کردین و اینی که ما میخوایم در مورد چه باید کرد و اون پرسش هایی که زیر اون چه باید کرد میاد و ما میبایستی واقعا در موردش بیاندیشیم و گفتگو کنیم و بهترین رو انتخاب کنیم و میخوام با هم مرور کنیم. یکی از اون پرسش های همراه اینه که آیا اصلاحات و نجات در رژیم فقاهتی است، در دوباره سازی سلطنت، در انتخاب بین بد و بدتر، در یورش و حمله نظامی به ایرانه، و یا باید منتظر ظهور قهرمان ملی بشیم؟ و در انتها ما نوشتیم که با انتخاب سرنوشت ساز روبرو هستیم. حالا میخوام اینا رو با هم مرور کنیم. اول باید بدونیم که یعنی شکی فکر نکنم کسی داشته باشه که میهنمون با دو تا واقعیت روبروه. در درون کشور همه چی در حال متلاشی شدن و نابودی و سقوط، و از همه بدتر مردم در فقر و تنگ دستی هستند و حالت عمومی پیدا کرده. از طرف دیگه کشورمون در خطر جنگ و نابودی و فروپاشیه. خب میبینیم که برای رهایی خودمون و نجات میهنمون راهی به جز براندازی رژیم فقاهتی برامون باقی نمون. تا حالا با هم یکی یکی اون چیزهای جنبی رو، پرسش‌های جنبی رو مرور میکنیم، بازبینی میکنیم. اولیش بود آیا پاسخ در اصلاحات رژیم فقاهتی است. اگر نگاه کنیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر کدوم از ماده ها یا اکثریت ماده ها درش یک محدودیت یا یه دونه تفسیره وجود داره در رابطه با ولی فقیه. برای مثال
چنانچه 99% از مردم رأی بدن به یک شخص و اونو انتخاب کنن به اسم به عنوان ریاست جمهور. تا زمانی که ولی فقیه او را نپذیرد و نصب نکند، اطاعت و پیروی از او محاربه با خداست. خب یعنی رأی مردم هیچ معنی و معنی مفهومی نداره. در ضمن که اصلا یه نگاه کنیم به جمهوری اسلامی، این دوتا واژه در درون با هم در تضاد هستن. جمهوری یعنی تنها خواست مردم، پایه و اساس قانونمندی دولت. اسلامی یعنی حکومت خودشو جانشین الله میدونه. در جمهوری اسلامی فرض بر این است که دین امری مقدس، استوار بر کلام خداوند، آسمانی و کامل است. آب پاکی رو میرزه رو دست همه. بنابراین عنوان جمهوری اسلامی با یک تضاد و دوگانگی درونی روبروست، زیرا در جمهوری حکومت از مردم است، در مذهب حکومت از آن خداست. و اما میرسیم به دوباره سازی سلطنت. ما قرنها سلطنت رو تجربه کردیم، همشون از یک سو مدعی مشروعیت الهی بودن و خودشونو به هر عنوان شده به خدا وصل می کردن، و از یه طرف حکومت‌های فردی و خودکامه بودن. راجب این که مشروعیت الهی داشتن، نگاه کنیم حتی به دوران شاه. زمان شاه می گفتن چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، و شاه خودش شخصا اینو یک جمله‌ای رو کردم خدمتتون میگم، هم گفته و هم تو کتابش نوشته که سلطنت موهبتی است الهی که از طرف خداوند به شخص شاه تفویض شده. یعنی شکی باقی نیست که حکومت‌های سلطنت‌ها همه خداسالار بودن. و اما نتیجه قرن‌ها سلطنت و ارمغانش برای ایران و ایرانی چی بوده؟ یک کشور عقب افتاده، یه ملت درمانده و یه فرهنگ مریض. نه تنها قانونمندی حکومت باید از مردم باشه و نه از خدا، بلکه کشور برای شکوفایی نباید مذهب رسمی داشته باشه. دین و باور مردم باید بین مردم و خدایشون باشه، به کسی دیگه نباید مربوط باشه. شما آمریکا رو نگاه کنین، حالا بگذاریم از این که اینجا هم بعضی وقتا یه عده آیت الله پیدا میشن، ولی خود سیستم در چارچوب اینه که عمدن در قانون اساسی واژه خدا نیست. و اصلا خود قانون اساسی همینطور که همه میدونیم با چی شروع میشه؟ ما مردم، we the people. و اما میرسیم به رفراندوم بین بد و بدتر. در اینجا دو تا مشکل داریم. ببخشید. نخست میخوایم بین سلطنت و مذهب انتخاب کنیم و میدونیم که این دو هر دوشون چگونه بودن. دوم، تجربه تاریخی ما با رفراندوم یا همه پرسی زیاد جالب نیست. در زمان شاه یک رفراندومی انجام شد برای انقلاب سفید، 97.6% مردم رأی مثبت دادن. این تو دنیا بی نظیر. بعد میرسیم به رفراندوم خمینی در مورد جمهوری اسلامی، آری یا نه، 98.2% رأی آری دادن. خب آیا این 98.2%
میدونستن به چی رأی میدن، میدونستن که چه حق و حقوقی دارن در این جمهوری اسلامی، میدونستن که توانایی ها و مسئولیت های حکومت چیست و رابطش با مردم چگونه است. باید با این مشکل کمدانی مزمن در جامعهمون بدون اینکه سر خودمون کلا بذاریم روبرو بشیم. همه پرسی باید بین دو یا چند سیستم باشه که چارچوبش و ضابطه هاش برای مردم روشن و شفاف باشه. تازه در اون زمان باید گفتگو بشه که مردم اون نکات ابهام رو روشن کنن و بعد آگاهانه با چشم باز سیستمی رو از بین اون دو یا چند انتخاب کنن که پاسخگوی خواسته هاشونه. در اینجا میرسیم به حمله نظامی. عده‌ای از ایرانیان گمراه و ناآگاه و فرصت طلب دنبال حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به کشورمون هستن. پرسش اینجاست که آیا این اشخاص با تجربه لیبی، عراق، یمن و سوریه بیگانه هستن؟ آیا با نقش اسرائیل که با اطلاعات ساختگی و دروغ پردازی موفق شد عراق رو نابود کنه و مردمش رو به خاک و خون بکشه ناآشنا هستن؟ نمیدانن که اسرائیل بدون ریختن یک قطره خون اسرائیلی یا یک دلار هزینه عراق رو نابود کرد؟ و اما برای اطلاع جنگ طلبان گمراه ایرانی، وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، بیش از 11,000 هدف رو در کشورمون برای نابودی مشخص کرده. برای تعدادی از این هدف‌ها بمب بانکر باستر و برای تعدادی دیگر بمب ماب در نظر گرفته. بمب بانکر باستر تا عمق 30 متر و بمب ماب تا عمق 60 متر در زمین نفوذ میکنه و سپس منفجر میشه. همه چی رو نه تنها نابود میکنه و متلاشی میکنه، بلکه با حرارت 2000 درجه میسوزونه. بین این دوتا بمب ما بین 15 تا 25 مایل در هر محل برای یک ربع قرن، یعنی برای 25 سال نه هیچ جانداری میتونه زندگی کنه و نه هیچ گیاهی میتونه برویه و رشد کنه. آیا ما برای ایران چنین سرنوشتی میخواهیم؟ یا باید در انتظار ظهور قهرمان ملی باشیم و در پایان نوشتیم که با انتخابی سرنوشت ساز روبرو هستیم؟ بعضی از نکاتی رو که الان دارم برای بینندگانتون میگم قبلا قسمتیش رو من بیان کردم و یک بار یک مثالی زدم در مورد سنگاپور که در اینجا میخوام اون مثال رو تکرار کنم، چون داریم میگیم با یک انتخاب سرنوشت ساز روبرو هستیم و مثال سنگاپور پاسخ به نظر من درستیه به اون پرسش. سنگاپور یک کشور کوچیک و ناتوان و تا سال 1958 یعنی 70 سال پیش مستعمره انگلیس بود. 1959 اولین دولت مستقل سنگاپور انتخاب میشه و نخست وزیرش هست کوان لی یو. آقای کوان لی میخواست در مملکتش یک تعادل اقتصادی به وجود بیاره و فرصت‌های برابر. اینی که میگم با یک انتخاب سرنوشت ساز، برای اینکه ایشون داشت فکر میکرد که خب چی کار باید بکنیم که این کشور بتونه از فرصت‌های برابر
برخوردار باشه. در این راستا اول باید بدونیم که اوضاع سنگاپور چجوری بود. بیش از 90% از مردم در فقر و ناتوانی بودند. ما بین 8-9% جمعیت طبقه متوسط پایین بود. کمتر از 0.5% از جمعیت، 95% از تمام ثروت کشور در دستش بود. آقای کوانلی یک سوسیالیسته و مثلا ممکنه این به نظرش بیاد که خب بهترین راه اینه که من پولا رو بگیرم بین همه تقسیم کنم. ولی به این نتیجه میرسه برای به وجود آوردن فرصت برابر، یعنی هر کسی توانایی برابر داشته باشه، بهترین پاسخ اینه که توزیع عادلانه ثروت در توزیع عادلانه معرفت است. یعنی چی؟ یعنی بهترین راه برای به وجود آوردن فرصت‌های برابر آموزش و پرورش همگانی، سراسری و مجانیه. و همین پروژه رو برای مملکتش پیاده کرد و آروم آروم یک کشور فقیر عقب افتاده درمانده تبدیل شد به پنجمین قدرت اقتصادی آسیا. و اما آلترناتیو یا جایگزینی چیست؟ اندیشکده آگاهی و شناخت بر این باوره که آلترناتیو یا جایگزینی نه سلطنت و نه مذهب، بلکه یک حکومت مردم سالاره. حکومت مردم سالار از دید ما، برداشت ما اینه که جمهوری دموکراتیک ایرانی. این سه تا واژه رو با هم مرور میکنیم. اینجا جمهوری یعنی تنها خواست مردم پایه و اساس قانونمندی حکومت، دولت. دموکراتیک یعنی حکومت از مردم به وسیله مردم برای مردم، که همون فلسفه آبراهام لینکلنه. و واژه ایرانی، ما برای این واژه ایرانی دوتا دلیل داریم. نخست میخوام این جمهوری دموکراتیک در چارچوب فرهنگمون باشه، با زندگی و دید و باور ما بخوره و در تضاد باهاش نباشه و مثل رژیم فقاهتی نخواد فرهنگمون رو کم رنگ کنه. بخش دومش این چرا باید واژه ایران وجود داشته باشه اینه که اینجا ایران یعنی هر وجب از خاک ایران، یعنی تمامیت ارضی کشور. و با داشتن این داریم میگیم نه به جدای خواهان و تجزیه طلبان که الان به صورت عامل بیگانه با پول اونها و راهنمایی اونها دارن در ایران اشکال به وجود میارن. حالا در چنین شرایطی، یعنی اگه ما بتونیم گرد چنین فلسفه‌ای با هم جمع بشیم، یعنی جمهوری دموکراتیک ایرانی، در چنین شرایطی نیاز به کاوه و رستم و قهرمان ملی نداریم، بلکه باید یک جبهه مشترک گرد برنامه جایگزینی و دولت موقت گذار تشکیل بدیم. طی دوران گذار یک شورای رهبری میتونه برنامه جایگزینی رو گام به گام پیش ببره تا مردم این آمادگی رو داشته باشن و بتوانن سیستم حکومتی و رئیس جمهور مورد تایید خودشون انتخاب کنن. یعنی ما میخوان مردم با آگاهی حرکت کنن. مسائل را یک کمی کلی گفتم، چنانچه بینندگان و همیهنان علاقه من باشن پرسش‌های رو مطرح کنن که با هم دیگه مرور کنیم. سپاسگزارم. بسیار ممنون از شما آقای فرزاد نیساری، دوست و همشهری عزیز من. نوشتن که مادامی که رژیم را دست نشانده بیگانه نشماریم به نتیجه های درست نمیرسیم.
این رژیم و طرفدارانش نوکر بیگانه هستند و ادامه دهنده سیاست ایران کوبی و دزدیدن منافع مردم ایران. بیگانه از کمدانی ما بهترین استفاده را کرده و می کند و خواهد کرد، حتی با حمله نظامی و تلاش در آن تلاش می کند که واپسگرایی دیگری را جایگزین کند تا بتواند چند دهه دیگر به دزدی ادامه دهد. این دور گردان پایانی نخواهد داشت مگر آنکه حکومت آینده تضمین کند منافع مردم یا مدافع مردم باشد و مردم بدانند که این رژیم دست نشانده بیگانه است. یعنی تاکید همش بر اینه که این رژیم دست نشانده بیگانه است. ضمناً همین الان آقای پتیک خبر داد که این بسته بودن گاورمنت آمریکا یا دولت آمریکا مشروط فعلا تموم شده، گویا 3 هفته باز کردن. نمیدونم شما خبر دارید یا نه. اول بله، اول بریم سراغ آقای نیساری، فرزاد نیساری. نظر شما چیه در این مورد؟ و بله بفرم. خب ایشون اشاراتی که کردن کامل، من اونا رو پاسخ دادم توی این مطلب کوتاهی که ارائه دادم. یعنی ایشون دارن در مورد وابستگی صحبت میکنن. ما گفتیم که راهی جز براندازی رژیم فقاهتی وجود نداره. یعنی اینی که این گروه، این روحانیت وابسته است دیگه فرقی نمی کنه. وقتی شما براندازی کردی دیگه وجود ندارن که وابسته باشن یا نباشن. دوم این که ایشون داره تایید میکنه که حمله نظامی هم راهی نمیبره که اونو خب مورد تایید ماست. ولی به جای این که بگیم ما بعد تضمین کنیم که مدافع مردمیم، ما داریم میگیم چه نوع حکومتی بد باشه. ببینید جمهوری دموکراتیک ایران، اینا یکی یکی این واژه ها رو من شکفتم که یعنی چی. اگر توجه کنیم به این که جمهوری یعنی تنها خواست مردم به دولت مشروعیت میده، دموکراتیک یعنی حکومت از مردم به وسیله مردم برای مردم، و ایرانی هم در چارچوب فرهنگ و تمامیت ارضی، یعنی اون چیزی که ایشون دارن بیان میکنن من ارائه کردم برفت مشخص. ولی به هر حال ایشون کامنتشون مثبته، در چارچوبیه که ما داریم حرکت میکنیم. در مورد ترامپ و از روی، یعنی ترامپ در اینجا در حقیقت شکست خورد. برای اینکه میگفت تا زمانی که شما بودجه دیواری که من میخوام بسازم ندین، دولت من باز نمی کنم. هیچ بودجه ای بهش ندادن و دولت برای 3 هفته باز شد. یعنی فهمید که نمیتونه زورگویی کنه و الان اوضاع خودش به شدت نگران کننده است. بله، مخصوصا بعد از دستگیری اون راجرستون این صبح امروز. آقای اکبری از آلمان، در رابطه با اون که شما گفتید حکومت‌هایی که مثل شاه و اینها میگن ما نماینده خدا هستیم یا همین آخوندها، ایشون نوشتن که پیامبر خدا گفت، یک آیه قرآن نوشتن یا یک آیه عربی هرچی، بعد اینها به چه حقی خودشان را نماینده خدا میدانند؟ ضمناً آقای فرخ سپهرار هم نوشتن که نظر آقای لادن چیست؟ دموکراتیک یا ریپابلیک؟ این اول بخش نخست در مورد آیه قرآن، من تخصص مذهبی ندارم و نمیتونم، البته نمیتونم اون آیه رو ببینم و مرورش کنم و نمیتونم پاسخی بدم و اصلا برای من فرق نمیکنه که قرآن یا خدا. احیانا البته خدا و قرآن و تمام ادیان ساخته انسانه، و ولی اینی که توش چی نوشته و چی گفته فکر نمی کنم زیاد مهم باشه. اصل مطلب مردم هستن. من مردم و همه چی میدونم، ارزش و احترام و حقوق مردم همه چی هستن. در مورد اینکه دموکراسی یا ریپابلیک ایشون گفتن، درست فهمیدم؟ بله، نشتن نظر آقای لادن
چیز دموکراتیک ریپابلیک. حالا اولا که دموکراسی و ریپابلیک با هم دیگه میتونن یکی باشن، یعنی شما میتونین یه ریپابلیک داشته باشین که دموکراسی باشه، یا یه دموکراسی داشته باشین که ریپابلیک باشه. ولی داریم اگر... الان خیلی کشورها جمهوری دموکراتیک، مثلا آلمان اینجوری هست دیگه. یعنی شاید هم ایشون دارن میگن تفاوت بین سلطنت و جمهوری. به هر حال من شخصا فکر میکنم با در نظر گرفتن زمینه‌ای که در میهنمون وجود داره، من واژه کمدانی رو شما میدونین که خیلی به کار میبرم، چون دوست ندارم بگم نادانی و توهین بشه به ملت، ولی ما چه بپذیریم چه نپذیریم ما کمدان هستیم و کمدانیمون در بعضی موارد واقعا مزمن و خطرناک. پس بنابراین باید سیستمی به وجود بیاد که چارچوب و ضوابطش کاملا مشخص و شفاف باشه و چارمیخه شده باشه و مردم از حق و حقوق و ارزش انسانی برخوردار باشن و اینکه حق و حقوق داشته باشن در مورد اینکه چگونه بتونن جلوی دولت رو بگیرن و اگه نخواستن سرنگونش کنن. یعنی بعد اونا همه چی از آغاز مشخص شده باشه و جمهوری دموکراتیک ایرانی چنین برنامه‌ای رو ارائه می‌کنه. بسیار ممنونم. آقای خورسندی از ونکوور نوشتن این رژیم خودش نمی‌رود. جنگ درست نیست، ولی یک کودتای نظامی ملی ممکن است کارساز باشد. ضمناً آقای اکبری هم از آلمان نوشتن پیشنهاد آقای لادن خیلی خوبه، ولی در کشور ما با این اپوزیسیون که فقط به یکدیگر فوش میدهند امکان پذیر نیست. ضمناً آقای نیساری هم نوشتن مردم بدانند که این رژیم دست نشانده بیگانه است. خوشحالم که آقای نیساری هم از اون کلمه کمدانی استفاده میکنن و واقعا اون مثل بعضی ها که به مردم توهین میکنن و میگن نادان، درست نیست. من ممکنه کمدان باشم در یه رشته‌ای، ولی نادان نباشم. و بفرمایید. بله بفرمایید. سه تا مورد رو اشاره کردین. اولیش گفتین کودتای نظامی، بقیه اون جمله چی بود؟ بله، اینو آقای خورسندی نوشتن، آقای مانی خورسندی نوشتن این رژیم خودش نمی‌رود. جنگ هم درست نیست، ولی یک کودتای نظامی ملی ممکن است کارساز باشه. و ببینیم اینجا در نظر داشته باشیم که الان نظامی ها در میهنمون کی هستن؟ سپاه پاسداران. و اگر سپاه پاسداران کودتا کنه، برای مردم کودتا نمی کنه، برای جایگزین کردن مهره های نظام کودتا می کنه. یعنی الان 65% ثروت کشور در دست سپاه پاسدارانه، کودتا میکنه که قدرت را هم در دست داشته باشه. یعنی نور علانو. اینی که من نمیدونم که کودتای نظامی در چنین شرایطی به کجا خط بشه و میتونه خیلی خطرناک باشه برای میهنمون. علت این که یه عده موافق هستن اینی که همون داستانی که میگن توی جهنم ماری هست که آدم از ترسش به اجدها پناه میبره، مار قاشیه. و اما دوست دوم گفتین که اشاره کردن به این که با این اپوزیسیونی که همیشه برهم هستن و به همدیگه پشت میدن هیچ کاری نمیشه کرد. خب حرف ایشون کاملا درسته، ولی باز برای آگاهی و برای روشنگری باید بگم که اپوزیسیون از کره مریخ نیومده. شاه و خمینی و بقیه از کره مریخ نیومده. ما هممون زاییده اون فرهنگی هستیم که یک مشکلات بسیار بسیار عظیم و عمیقی داره. تا اونا رو شناسایی نکنیم، باهاش مقابله نکنیم و از خودمون دور نکنیم، این
دایره ادامه داره، یعنی همینجوری خودسازی میکنه و دوباره سازی میکنه. ولی من دارم با ایشون هم صدایی میکنم، یعنی من موافقم که اپوزیسیون با هم نیست، منسجم نیست. سومین مطلب فکر کنم این بود که دست نشانده بیگانه است. آیا تکرار همون صحبته یا اینکه چیز جدیدی بود؟ نه، همون آقای نیساری اون جمله رو درست کرده بودن که من مشکل داشتم با خوندنش. ضمناً ایشون نوشتن که من با شکل رژیم آینده آقای لادن کاملا موافقم، اما مردم باید بدانند. ایشون همون اصرار دارن که رژیم کنونی دست نشانده بیگانه است. آنگاه مردم میدانند که باید در مقابل این رژیم ایستاد. جان شو جان، این صحبتی که ایشون روش اشاره میکنن و تکرار میکنن، بذارین یه خود گسترشش بدیم. آیا ایشون میپذیرن که شاه عامل بیگانه بود؟ میپذیرن که رضا شاه و بیگانه آورد و بیگانه نگه داشت برای اجرای مقاصدش و وقتی دیگه به دردش نخورد انداختش بیرون؟ اگه ایشون اون دو طرف میپذیرن مسئله خیلی آسان تر میشه. ولی اگر فقط و فقط داریم موضع‌گیری میکنیم و چیزای دیگه تو ذهنمونه، من باهاش مشکل دارم. من یکی از دلایلی که نمیتونم بپذیرم این سرصداهای علیکی که برای رضا پهلوی میکنن همینه. ما نمیخوایم اون عامل بیگانه رو دوباره سازی کنیم. بسیار ممنونم. آقای فرخ نوشتن که کودتای ارتش نه پاسداران. باز آقای خورسندی هم گفتن که من منظورم ناراضیان نظامی بود، ولی شما با اون توضیحی که دادید من فکر کنم منظور شما اینه که ارتش رو چنان ضعیف نگه داشتن و چنان پاسدارها رو قوی کردن که اینم باید از آقای محسن سازگارا ممنون باشیم که این امکان نیست. درست فکر کردم؟ ببین متاسفانه ارتش رو از همون اول دو تا کار انجام دادن. یکی این که به شدت پاکسازی کردن و صدها افسر شریف میهندوست و ابین بردن، کشتن، زندانی کردن، تبعید کردن یا خرید کشتنشون کنار. من خودم چندین دوست و آشنا دارم که بسیار انسانهای درستی هستن و عاشق میهنشونن، ولی بیرونشون کردن. خب یکی این که پاکسازی کرد، دوم این که 40 سال اومردن ایدئولوژی رو چپوندن توی نظام طوری که فلج شده و در تمام اون موضعای قدرت اشخاص خودشون هستن، نه اینکه ارتشی. خب اون ارتشی که تو ذهن ما هست نیست، نه اینکه اون ارتشی که تو ذهن ما هست خوب بود و همه چی درست بود، نه، اون هم به شدت ضعف‌هایی داشت که بزرگترین ضعفش این بود که به جای ارتش ملی ارتش شاهنشاهی بود، ارتش فردی بود و برای همین هم متلاشی شد. بسیار ممنون. آقای نیساری، چون شما سوال کردید که ایشون اگه قبول میکنن و نوشتن بله کاملا میپذیرم که رضا قلدر و حاج محمد رضا پهلوی هم دست نشانده بیگانه بودن و رهبران دست نشانده سپاه برای جایگزین کردن مهره ها به نفع بیگانه حرکت میکنن. بفرمایید. کاملا من فکر کنم دوستانی که این کامنت هایی که دارم میدن، من خیلی خوشحالم برای اینکه همه در یک مسیر مثبته، یعنی جلو همدیگه سنگ ننداختیم و نخواستیم تخریب کنیم، همه دارن یه واقعیت ها رو میبینن و میپذیرن و این کلید نجات ماست. یعنی اگر ما مردم بیدار و آگاه بشیم و بتونیم و توانایی داشته باشیم مسائل رو زیر پرسش ببریم، یعنی داریم میرسیم به اون رشد و تکامل و بنابراین میتونیم رو پای خودمون باشیم و میتونیم میهنمون اداره کنیم و شکوفا کنیم. بسیار ممنونم. ضمن برنامه من و شما آقای لادن در
مکزیک هم دیده میشه روی تلفن‌های دستی. ممنون از شما، امیدوارم که دوستانی که در اون حوالی هستن، اطراف اورلاندو و اینها، بیان شرکت کنن در این برنامه. ولی شما و دوستانتون خواستید که اونها قبلا تماس بگیرن و این کار اینجا رسم مقبوله که RSVP کنن، تماس بگیرن، بگن که چند نفر میان و به اصطلاح شماها که صاحب یا مهماندار این دوستان هستید یا میزبان این دوستان هستید، بدونید که چگونه باید جلسه رو انجام بدید و برگزار کنید. اگر از این گردهمایی فیلمی هم تهیه کنید و بعدا برای ما ارسال کنید، خوشحال میشیم از تلویزیون مردم پخش کنیم. بازم ممنونم از شما که با همه گرفتاریایی که دارید، با همه مشغول بودن، آمدید و چند دقیقه با ما بودید. آخر هفته خوبی داشتید. بسیار ممنون، به امید دیدار شما. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم از اندیشکده و آگهی برنامه یک شنبه این دوستان رو هم قبلا نشون دادم، باز هم نشون میدم و برای تماس گرفتن و ایمیل و آدرس اینها دوستان هم اینجا هست و اگر هم مشکلی داشتید باز با ما تماس بگیرید. آقای فرخ میبینم درباره ونزوئلا اینجا زیاد می نویسند. دوستان نظر شما چیه؟ ماجرای ونزوئلا به کجا خواهد رفت و اینجا واقعا فقر و کمبود مواد غذایی اینها مردم رو فلج کرده؟ ولی ببینیم حالا اون رهبرانشون، این رئیس جمهور و اینها به موقع عمل میکنند یا اینکه میذارن از هم پاشیده بشه. و اما این اگه میبینید سر من از فریم میره بیرون، برای که این صندلی از این چیزا نداره که مثل جک ماشین بیاد پایین یا مثل این صندلی آرایشگاه، دیدید آقای یا خانم پاشو میذاره میگه فیس شما رو میاره پایین، هر وقت میخواد دوباره شما رو جک میزنه میبالا. ممنونم آقای نیساری عزیز، نوشتن از تلاش های شما و آقای اردلان بسیار سپاسگزاریم. ما هم از شما ممنون و متشکر و سپاسگزاریم که وقت میذارید برنامه ها رو نگاه میکنید. شما هم اگر درباره این برنامه، برنامه های دیگه نظری دارید، خوشحال میشیم نظراتتون رو به صورت پیام های تلفنی و اینها بشنویم و بتونیم پخش کنیم. ضمناً دوستمون که از خلیج فارس برنامه عقل بشر رو تهیه میکنن و میفرستن، اون روز بعد از اینکه دوستانی مثل سعید گفتن که 100% مخالف ایشون هستن، خود من گفتم که به نظر من زبان رو باید بذاریم مثل آب روان، اون زبان این هم آب روان باشه و اجباری داخلش نباشه به مردم و اینها، این دوستمون یه نوشته ای رو نوشته بود فرستاده بود. من از ایشون پرسیدم آیا حق دارم که در برنامه بخونم؟ ایشون نوشتن که هنوز جوابش ندادن و چون جوابی ندادن من نمیخونم و واگذار میکنم، یعنی میذاریم برای روز دوشنبه یا چهارشنبه هفته آینده که دوباره برنامه خواهند داشت. ضمناً صحبت از دوشنبه شد، روزهای دوشنبه ساعت 12 ظهر برنامه کانون آوا پخش میشه، 12 ظهر وقت نیویورک. خوشحال میشیم که شما هم به اصطلاح باشید در برنامه ها، شرکت کنید، سوالات خود، نظرات خود رو مطرح کنید و اون دوستان هم پاسخ بدن. اجازه بدین چند تا ایمیل و نوشته دیگه رو که گذاشتیم براتون بخونیم و ببینید زمانی که ایرانیانی هستند که واقعا خودفروخته یا حالا نادان یا کمدان، چون ممکنه بعضی ها هم واقعا از روی نادانی و کمدانی برن این حرکات رو انجام بدن، ولی بیشترشون من فکر میکنم خودفروخته هستن و برای یه مبلغ پولی، و میبینید چپ و راست هم این ور اون ور جلساتی میذارن، ولی ببینید افرادی هستن. الان این خانمی که اینجا این پلاکارد رو دست گرفته آمریکاییه و نوشته مثلا راجع به
OAS don't support a coup in Venezuela. میگه که حمایت نکنید از کودتا در ونزوئلا. حالا این OAS نمیدونم الان بسایسته and سویسته of state Mike Pompeo and the OAS همه این پامپو دیگه چه کوفتی بود که نصیب دنیا شد. وزیر امور خارجه آمریکا رو میگم و میگه که what protest the US plan when Saturday January 26 were in front of the White House. ببینید دوستان وقتی یکی میخواد فراخوان بذاره اینجوری قشنگ مینویسه برای این و اون کی اصلا نوشته چی کجا و چه ساعتی، نه اینجوری که فراخوان همگانی ساعت 10 صبح درها رو باز کنید درها رو ببندید. تازه به این صورت هم حتی نمیتونم بگن این پینک به اصطلاح کد پینک یا یه حرکت صورتی رنگی که راه افتاده و هستن تو جلسات مختلف میان یه دفعه نوشته ها رو میارن بیرون و شروع میکنن به اعتراض و به اصطلاح نظرات خودشون رو با صدای بلند اعلام کردن. و اجازه بدید که یک نوشته ای برای من فرستادن که جبهه ملی ششم در شرایط موجود با هیچ گروهی در مقام تضاد نیست. خب اینم درست نیست. یعنی جبهه ملی با همه میسازه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ شما موقعی این کارو میکنید که هیچ قدرتی ندارید. یعنی اونی که منطق میگه شما قبول داری، اونی هم که غیر منطق میگه قبول داری، آخوند تو سرت میزنه قبول داری، شاه تو سرت میزنه قبول داری، داخل این چه جبهه ملیه؟ حالا هم مصاحباتشون با روزنامه ها و چیزهای دیگه هم میفرستن که هیچ فایده ای نداره. و اینجا دوستمون برای اون آقای پتیک نوشته که کاکو جون ترامپ از ترس فلان گاورمنت رو باز کرد و 3 هفته فعلا باز کردن تا ببینیم چی میشه. آقای خسرو بهرامی که مدتها بود ازشون بیخبر بودم پیامی گذاشتن، با هم بشنویم. امیدوارم که پیام خوبی باشه. ببینیم که چی میگن آقای خسرو بهرامی، یکی از دوستانی که در نیویورک سالهای سال فعال بوده و هستن، برای سازمان ملل هم کار میکردن و الان با وجودی که بازنشسته هستن از سازمان ملل، خودشون فعالیت‌های سیاسی اجتماعی بیشتر حقوق بشر را به اصطلاح انجام میدن. بشنویم ببینیم ایشون پیام عمومی گذاشتن یا فقط برای من. سلام آقای سازی، من بهرامی هستم. هفته که گذشت یه جلسه در سازمان ملل بودم. خیلی متاسفم این خبر رو من به هموطنانم ایرانی ها میرسونم. اگر شما هم دوست داشتین پخش کنین به ایرانی ها بگین به چه خیانتکارهایی در این مملکت هستن، مخصوصا خود ما ایرانی ها. نفر اولشون مجاهدین و اون سلطنت طلبایی که جا طلبن. این خبری که من به شما میگم خیلی مهمه. من به همه رادیو تلویزیون های ایرانی این خبر رو تماس گرفتم. بستگی داره هر کدومشون پخش کنن که مردم ما هوشیار بشن که این مجاهدین خائن وطن فروش الان در یوگسلاوی دارن برنامه ریزی میکنن برای راهپیمایی و ضمناً 800 میلیارد یورو فرستادن برای اسپانیا برای اون جبهه راستگرای خونخوار که برای پرزیدنشیپ انتخابات میکنن برای اونا کمک میکنن. و ضمناً آمریکا و وزیر امور خارجه و اون جان ولتا دارن برنامه‌ریزی میکنن برای مجاهدین در این جلسه‌ای که در لهستان هست. از ضمناً به شما بگم ماه گذشته مجاهدین پایگاه نظامی درست کردن در افغانستان. این موضوع در سازمان ملل عنوان شده بود و اون سلطنت طلبای خائن وطن فروش که امضا کردن به وزیر امور خارجه که حمله کنن به ایران، یه جنگی را بندازن، اینا دنبال مقام باشن، پست باشن،
این دو تا خبر مهمی بود که من به شما گفتم بینندگان هوشیار باشن، کاغذ یا امضا نکنن، اون ایرانیایی که وطن پرست هستن بپرن جلو و جلو این کار رو بگیرن. دو خبر بعدی هم دیگه دارم که اون خبر به زودی زیرو پولای ایران کم میشه و بنزین کوپونی میشه، چون یه تحریم امروز چیز کردم به ایران، بنزین در ایران کوپونی میشه و پول ایران هم به زودی عوض میشه، یه صفر بهش اضافه میشه. این به چهار خبر خیلی بدی بود که من عنوان کردم و خبر صحیحش هم دارم. من به تمام رادیو تلویزیون هم اعلام کردم هر کم تونست پخش کنه برای مردم هوشیار بشن، گول این اجنبی ها رو نخوره. قربان شما، روز خوب. بسیار ممنون. درباره صفر، صفر که اضافه کنن که بدتر میشه، قرار بود سه تا صفر کم کنن. این کار تو کشورهای مختلف انجام شده و ایران چون دیگه وضعش خیلی خرابه قرار شد چهار تا صفرش رو کم کنه. ضمناً اون مبلغی که شما گفتید 800 میلیارد و اینها، دوستان جدا شده از مجاهد هفته پیش نوشته بودن اگه اشتباه نکنم 800 میلیون در باره پایگاه ها برای مجاهدین چه در افغانستان چه در عراق، دوستان گفتن یه شایعه بیش نبوده، ولی به قول آمریکایی‌ها never say never، ما نمیدونیم که این روبا که یمون UK United Kingdom انگلستان باشه و این روبا بچه روبا آمریکا USA به اصطلاح تخ میذارن یا بچه میزان. اینو میدونید یه دفعه میبینید شبانه یه حکومتی عوض میشه و یکی دیگه جایگزینش میشه. شما فکر کنید مثلا اگر اینها مجاهدین رو حمایت کنن و فردا اعلام کنن که مردم مریم رجوی داره میاد ایران، چون اون رجوی فکر کنم مرده یا ذلیل و یا علیل، بالاخره مریم رجوی داره میاد ایران و قرار به هر نفری، من نمیدونم الان واحد پول چقدره که به چیزی باشه که به اصطلاح مردم خوششون بیاد، 2 میلیون 3 میلیون میدیم. شما فکر میکنین مردم میگن نه، میرن میگن مالا نمیخوام توهین کنیم به مردم ایران، ولی مردم ایران نشون دادن در طی سالها در تاریخ که با پول میشه به اصطلاح بخریشون، و نه مردم ایران بلکه مردم دنیا. الان یه وضع خیلی بدی هست. این هم از این. بله، آقای خورسندی میگه پایگاه مجاهدین افغانی است در افغانستان و مردم فقیرن، احمق نیستن. خب ببینید، شما آدم های فقیر رو خیلی زود میتونید بخرید، یعنی احتیاج داره، میخواد نون ببره برای بچهش، گرسنه است، سرما، گرما، اون میگه آقا حالا حکومت هر کی میخواد باشه. این یکی اقلا داره به من امروز 3 میلیون تومان پول میده. یادتونه جورج بوش، شما که حالا ونکوور بودید، جورج بوش که اینجا آمد اونایی که ناراضی بودن، یکیش خود ما، تا نفر 800 دلار داد گفتیم خب حالا خدا پدر قرمسالش هم بیامرزه. 4 نفر مثلا تو خانواده ما 4 تا 800 دلار 3200 دلار تو آمریکا پول کمی نیست. ممکنه برای آقا رضا که میره برنج میفروشه بشقاب 1000 دلار چیزی نباشه و همین مبلغا رو سر میز قمار میبازه، ولی برای یه نفر که میره از صبح تا شب کار میکنه 70 دلار 80 دلار 100 دلار در میاره و این پول رو تازه باید بیاد 30 دلارش رو بده مالیات، بعد اگه 100 دلار در آورده حالا شده 70 دلار، حالا این 70 دلار رو میخواد بره خوراک بخره، خوراک که میخره دوباره ازش مالیات میگیره، بنزین که میخره دوباره ازش مالیات میگیره، لاستیک برای ماشینش که میخره دوباره ازش مالیات میگیره. یعنی مالیات بر درآمد مالیات داده شده و اینها، پدر مردم ها آمریکا رو درآورده. من گاهن فکر میکنم واقعا مردم غرب کلا، مردم اروپا، مردم آمریکا، مردم کانادا آدم های خوبی هستن که صدا نمیدن. ایرانی اگه اینقدر مالیات میداد دولت رو هر روز پدرشو در میآورد. و ممنونم از آقای خورسندی، ممنونم. اتفاقا اون روز گفتم همینجوری که
آقای خورسندی گفت و برای شما فرستادم. آقای خورسندی یه سوالی کرده بود که در حین برنامه زنده یا چیز چگونه میشه برنامه رو برد و از اول نگاه کرد. اجازه بدید من اینو چک کنم، چون هفته پیش تماسی که گرفتیم با یوتیوب و کارهایی که انجام دادیم، از یوتیوب وقتی برنامه زنده پخش میشه شما میتونی اون برنامه رو مثل DVD، مثل DVD پلیر ببرید عقب. بذارید من اولا صفحه مردم تیوی دات کام رو بهتون نشون بدم. سلکت ایریا اینه، وقتی شما تایپ میکنید مردم تیوی دات کام این صفحه میاد. از سال 2003 تا حالا ما اینو داشتیم و داریم. و بله، مثلا شما ببین میای اینجا الان وسط برنامه است، حالا که آخرای برنامه است، ولی فکر کنید وسط برنامه است. اینو که روشن میکنید میبردتون توی این صفحه. بذارید حالا من این صفحه رو بهتون نشون بدم. حالا هی صفحه در صفحه در صفحه، نمیدونم چرا این کار انجام میده. کامرای سه درصد که این باید این صفحه رو درست نشون بده و ما باید یه عکسش بگیریم. خلاصه زیر این، یک لحظه اجازه بدیم من اینجا select area، زیر این همون خط قرمزی که هست وقتی ماوستون رو میارید میتونید اونو عقب جلو ببرید. ببینم میشه؟ بله، من انجام میدم، این کار انجام میگیره. و من هنوز نمیفهمم چرا وقتی من عکس این صفحه رو نشون میدم دوباره همون عکس خودش نشون میده. چجوری باید این کار بکنم که این اتفاق نیفته؟ ولی شما امتحان کنید از اون صفحه مردم تیوی دات کام روی پخش زنده بزنید، کلیک کنید، وقتی شروع میشه اون خط رو، نمیدونم اینجا بهش میگن تایم لاین، یعنی نوشته مثلا از صفر این برنامه شروع شده تا الان که 1:50 هست، اینو میتونید جلو عقب کنید و این بهش میگن DVR option. DVR هم Digital Video Recording. بله، وقتی وسط برنامه میرسی اول برنامه را بلدم. کجا؟ رو فیسبوک. اگه وسط برنامه رسیدید فیسبوک این کار را نمی کنه. فیسبوک به شما اجازه نمیده برید از اول نگاه کنید. ولی اگر یه همچین اتفاقی افتاد برید روی مردم تیوی.com نگاه کنید. مردم تیوی.com به شما اون اجازه رو میده که برگردید ببینید سوربی از اول چی گفته. خیلی خوشحالم که شما هم جزء بیننده های ما هستید و بعضی وقتا به وجود بعضی از افراد باید آدم افتخار کنه. شما یکی از اونها هستید، آقای نیساری، دوستان دیگه، آقای سپهرار، فرخ، اینا همه دوستانی هستن که ما هم از دوست بودنشون افتخار میکنیم. همین که میان بالاخره به حرفای ما اهمیت میدن که وقتشون رو میذارن. دوستان عزیز، ساعت 3:54 است به وقت نیویورک شرق آمریکا، به وقت واشنگتن پایتخت آمریکا. خوشحالم که این به اصطلاح بسته بودن دولت آمریکا موقتا تموم شد و باز شد. امیدوارم که این شالاتان و دموکرات ها به یک نتیجه‌ای برسن و که منافع مردم درش باشه، چون اینها هم دوگ بازی در آوردن. اینها اینقدر پول ضرر کردن بیشتر از اون پولی که اون میخواست. بعضی وقتا شما یه بچه‌ای مثلا یه جا داره لج میره، گریه میکنه، حالا هرچی هم بخوای تربیتش کنی بعضی وقتا اونجا مجبوری که اون چیزی رو که میخواد بهش بدی، ساکتش کنی، بعد پدر صاحب بچه رو در بیاری. یه جوکی در این باره هست براتون بگم. میگن این بچه‌هایی که توی آمریکا هستن یا بزرگ شدن یا از ایران آمدن اینجا اسپویل شدن. اسپویل همون کلمه پررو بودنه، لوس شدن. میگه بابای تو حرف زد به بچه، بچه گفت که اگه یکم زیادی حرف بزنی زنگ میزنن به پلیس تا بیان بگیرن ببرن. این روزا هم اگه پلیس بابا بچه زنگ بزنه بگه بابای من زده، بابای من نمیدونم سکشوالی من هرس کرده، نمیدونم فلان، اینا اول میگیرن اونو میبرن، بعدن حالا بیا کار درست. بابای میگه خب باشه، اب نداره. یه مدت که میگذره میگه پسر جون بلیت گرفتم، میخوام ببرم وکیشن ایران. آقا پسر گل رو برمیداره سوار هواپیما میکنه میبره ایران.
همچی که میرسن تو فرودگاه یا شیراز یا مهرآباد یا هر جایی، شروع میکنه با مشت و لگد بچه رو زدن، میگه پدر سگ حالا برو شکایت کن ببینم اینجا چی گیرت میاد. در صورت این هم این داستان. خوش و خرم باشید، امیدوارم این شالاتان هم از سرتون باز بشه. گاهی وقتا من چون رشتم برق بوده میدونم که این سیکل برق وقتی میره بالا بعد میاد پایین دوباره میره پایین، یعنی اگه این خط صفر باشه حتی از صفر هم میره پایین تر. اینجوری ما قدر زندگی رو بیشتر میدونیم تا اینکه شما یک صدر اعظمی داشته باشی، ورزشکار باشه، جوان باشه، خوشتیپ باشه، فرانسوی صحبت میکنه، انگلیسی صحبت میکنه. این مردک انگلیسی هم بلد نیست صحبت کنه. ما ایراد میگرفتیم میگفتیم جورج بوش مثلا فرهنگ لغاتش 9000 تا کلمه بیشتر نیست، این 4 تا کلمه بیشتر بلد نیست. ترمندس، فابیلس، بیگلی بیگلی بیگلی. روز روزگار به شما خوش. شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، مهمتر این که شما میتونید تلویزیون مردم رو حمایت کنید. تلویزیون مردم از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. اگر هم میترسید که حمایت کنید و ما اسمتون رو بگیم، میتونید حمایت کنید ما اسمتون رو نگیم. مرسی که با ما بودید. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. ساعت 4 بعد از ظهر برنامه شماره 210 از برنامه های آقای حسن ارشاد که درباره بهائیت صحبت میکنن از تلویزیون مردم پخش میشه. روی یوتیوب و روی فیسبوک هم هست، روی تلگرام هم هست، ولی مردم tv.com فکر کنم بهترین جایی هست که هم امروز پخش میکنه هم تا هفته دیگه هر روز پخش میشه. میگن معلمش احمدی نژاد بوده. دیدید؟ ببخشید، حال دیگه ترکمون انگلیسی هم میره برامون صحبت میکنه. تبریک سال نو اینا رو انگلیسی گفت. گفتم آقا پوفیوز، مردم ایران به حرفای تو گوش نمیدن، تو حالا دیگه میخوای برای خارجی ها پیام بفرستی؟ اگر دردم یکی بود، اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ در هر صورت مشکلات یکی دوتا ستا ستا نیست، امیدوارم کم بشه. میشه در چی میگن بر جوانان آرزو، بر جوانان عیب نیست. روز روزگار بر شما خوش، با امید روزهای بهتر و فردایی روشن‌تر. مرسی که با ما بودید.